بر شما که از تبریز تا تلهسی به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در این پنجشنبه 11 فروردین 31 مارس ایران نسبت به جمعیتش بیش از هر کشوری در دنیا اعدام می‌کند. 650 مورد اعدام در سال 2010 در گزارش جدید وزارت خارجه بریتانیا درباره دموکراسی و حقوق بشر در جهان. بازداشت و ارعاب در بهشت زهرا در حین مراسم تشییع و خاکسپاری میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی. لغو مرخصی نوروزی شماری از زندانیان سیاسی و احضار آنها به زندان اوین. وبسایت کلمه میگوید این زندانیان امروز پیش از پایان مرخصی سال نو خود باید صبح پنجشنبه خود را معرفی کنند. نوروز بود و مرغ شباویز در سرود، جوراب یار بافته در دست یار بود. آویخته ز روزنه ها شال ها فرود، این رسم شال و روزنه خود رسم محشری است. ایدی به شال نامزدان چیز دیگری است. بخشی از شعر حیدر بابا با صدای استاد شهریار. بایرام دی گجه گوشه اکول دی اداخلده Bey zorabın tokuldu, herkes şalın bir bacadan sokuldu. Ay ne güzel kaydadı şal sallamak. Bey şalına bayramlığın bağlamak. Şal istedim ben de evde ağladım. بخشی از اجرای بچه های گروه شادی در ارومیه بود و تصاویر رقص که چند سال پیش در تبریز ضبط شد. هرانا در تازه ترین گزارش جامعش میگوید 13,000 مورد نقض حقوق بشر در ایران طی اسفند ماه ثبت شده است. بر اساس گزارش جامعه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آذربایجان غربی با 6 مورد اعدام بدترین وضعیت را دارد. طی این ماه 57 مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی توسط هرانا گردآوری شده است که عمدتاً شامل بازداشت است. 3 نفر تنها به 90 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. محکومیت قطعی ابراهیم دشتی، فعال آذربایجانی در دادگاه تجدید نظر و برگزاری دادگاه فیروز یوسفی، درجه دار اخراجی ارتش و فعال مدنی ترک زبان از آن جمله است. به این مجموعه باید وضعیت نگران کننده سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار و فعال آذربایجانی متهم به 8 سال حبس رو هم افسود. در آذربایجان چه می‌گذرد؟ مطالبات مردم آذربایجان چیست؟ ترک‌ها و آذری‌ها چقدر در فعالیت‌های سیاسیشان نگاهی فراتر از خواست‌های قومی دارند؟ چرا تبریز به سوی دیگر بخش‌های اپوزیسیون حرکت نمی‌کند؟ اینها پرسش‌های افق. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. افق بهترین پاسخ به پرسش برنامه رو انتخاب و بر روی تخت سیاه منعکس می‌کند تا همه بهترین پاسخ رو ببینند. در 11 روز سال 90 سیاوش سعادتیان نگاهی فشرده دارد به وضعیت فعالین آذربایجانی در سال گذشته. گزاری دادگاه حسین نصیری، فعال مدنی آذری، پس از 5 ماه بازداشت و محکومیت به 1 سال حبس تعزیری، لغو امتیاز هفته‌نامه ترکی فارسی بهار زنجان، توهین به مقامات و انتشار مطالب خلاف عفت دلیل توقیف این نشریه، آزادی رحیم غلامی روزنامه نگار آذربایجانی و سردبیر صفحه ترکی هفته‌نامه مهر اردبیل پس از تحمل 1 سال حبس، تهدید
جدید نقی محمودی و عباس جمالی از وکلای دادگستری تبریز به بازداشت در صورت ادامه دفاع از فعالان مدنی استان آذربایجان شرقی. آزادی موقت علیرضا عبداللهی، شهرام رادمهر، بهبود قلی‌زاده و نعیم احمدی از فعالین مدنی آذربایجان پس از تحمل 5 ماه حبس. 2 سال حبس بدون مرخصی. بار دیگر مخالفت با مرخصی سعید متین‌پور، روزنامه‌نگار و فعال مدنی آذربایجانی. تماس تلفنی و دلجویی آیت الله بیات زنجانی از خانواده زندانی سیاسی سعید متین‌پور. خب مهمانان برنامه امشب افق خانم فاخته زمانی، دبیر و بنیانگذار انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، اهل تبریز، فارغ التحصیل فیزیک و مهندسی الکترونیک از دانشگاه اتاوا از ونکوور با ما و شما هستند، و آقای حسن شریعت مداری، فعال سیاسی اهل تبریز، فرزند آیت الله عظما فقید سید کاظم شریعت مداری، فارغ التحصیل فیزیک از دانشگاه فنی آریامهر یا شریف و حقوق از دانشگاه تهران، بنیانگذار حزب خلق مسلمان و اتحاد جمهوری خواهان ملی ایران و همچنین اتحاد جمهوری خواهان، ناشر و نویسنده آثار متعدد در حوزه‌های سیاسی و دینیشون از هامبورگ با ما و شما هستند. به هر دوی شما درود میگیم و تبریک سال نو به افق خوش آمدید. خانم زمانی، ابتدا تبریک نوروزی رو از زبان شما به ترکی بشنویم و بعد هم آقای شریعت مداری. سلام دیرم بتون من اشیدنره و جورنره، بتون آذربایجانلاره و باشقه تیهلره، ایرانده یاشیان تیهلره بایرام تبریش دیرم و آذربایجان فعاللانه آذربایجان حقلاری یولونده اپاردخلاره زحمتلردن تشکر الیف و بتون محبوسلارن ایلیلرنه و اولارن özlerine güzel il arzularım. Ümidim var bir gün olsun ki heç kəs öz düşüncəsinə, əqidəsi üçün zindanda olmaz. Ay şərt mədəri bəfəm. Salam arz edirəm həmkəhlilərimizə, azərbaycanlılara, türk zəbanlara İranda, ayrı həmvətənlərimizə İranda və hamı türk dilindən danışanlara, hamı ölkələrdə və arz edirəm ki, bu il olaraq bir çox yaxşı il olsun, hamma arzularına yetişsinlər və ümidvaram ki, eləyə bilsinlər ki, bu ildə öz uşaqlarını öz yanlarında görsünlər, zindanlarda, dustaqlarda onların ayrılıqların çəkməsinlər və onların fəaliyyətləri nəticəyə yetişsin. Ay Şəriət Mədəri, Nowruz bəray mərdum Azərbaycan çə məni dərə və çəqəd təfavud məkənə mərasim dər Azərbaycan bə digər nöqat İran? در آذربایجانی که من میشناختم و اکنون 30 سال از آن گذشته، نوروز آذربایجان را عوض میکرد. مردم واقعا با بهار روحیه نو پیدا میکردند، لباسهای نو میپوشیدند، فرزندان خودشون رو دستشون رو میگرفتند، قبل از نوروز لباسهای تازه براشون تهیه میکردند، بهترین آجیلها، بهترین میوه‌جات و بهترین شیرینی ها در تبریز بود، با وجود اینکه راه های مراسلاتی به اونجا سخت بود، ولی خوش سلیقگی و پخت و پز خوب اهالی تبریز و خانم هاشون یک رنگ و بوی تازه میداد، خانه تکانی میشد و همه مهمانی های بزرگی میدادند و تقریبا مراسم در همه حوزه ای که نوروز را میگیرند با اندکی تفاوت یکیست. در ایران و در خارج از ایران تا اونجایی که من میدانم نوروز با مراسمی همراه با شادی و آغاز سال نو و جشنهای مفصلی برقرار میشه و البته در جزئیات بسته به هر حوزه روانی شاید مقداری فرق بکنه. تشکر میکنم. خانم زمانی، شما البته همشهری آقای شریعت مداری هستین، هر دو تبریزی هستین، ولی فکر میکنم سابقه خانوادگی شما، خاندانتون برمیگرده به مراغه اگه اشتباه نکنم. در کل آذربایجان آیا یک شکل نگاه میکنن به نوروز؟
یک تغییر فرق‌های جزئی وجود داره. بله من از اطراف از منطقه اطراف مراغه که روستاهای ما بین آذربایجان شرقی و غربی هست، ما در اونجا به پیشواز تحویل سال با چند چهارشنبه قبل از تحویل سال میریم که چهارشنبه ها به اسمای چهارشنبه اوت چهارشنبه است یا چول چهارشنبه است یا سو چهارشنبه است هست که با چهارشنبه آتیش این چهارشنبه ها تموم میشه که چهارشنبه سوری هستش که همون جوری که آقای شریعت مداری فرمودن مردم در این روز میرن بازار و وسایل نو برای بچه هاشون بخرن، چیزهای رنگ و وارنگ، مراسم انداختن شال یا شال سالاماخ در این منطقه هستش که به این شال ها خانواده ها آجیل، شیرینه یا کادو میبندن و بعد از اون هم که تحویل سال رو در هر ساعتی باشه با رقص‌های دست جمعی که یاله یا جلمان یا چپی میگن برگزار میکنم و در طول تعطیلات عید هم مهمونی های میشه که در اون گروه های سنتی عاشق که موسیقی های شادی رو اجرا میکنن و بالاخره به 13 بدر میرسیم که مخصوصا در منطقه ما تمام کوه ها پر از لاله میشد و بسیار منظره زیبایی بود وقتی که به خاطر میارم. خب از این منظره زیبا متاسفانه باید بریم به سری مناظر نچندان زیبا. آقای شریعت مداری، شنیدید این گزارشی رو که ما ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم و با مسائل منطقه خودتون به خوبی آشنا هستید. مسئله امروز آذربایجان چیست آقای شریعت مداری؟ علاوه بر مسائل کلی که در ایران هست، نگاه این نظام به آذربایجان و عموماً به همه مناطق مرزی کشور یک نگاه توأم با سوءظن و به شدت امنیتی است و این مسئله باعث میشه که فشار دوچندانی به اهالی آذربایجان وارد بشه. هر حرکت اونها به عنوان یک حرکت ضد نظام و ضد مسائل امنیتی تلقی میشه، با اونها رفتاری به مراتب خشنتر میشه، مضافاً که صدای دستگیری اونها برای بقیه ساکنین ایران خیلی حساسیت برانگیز نیست، در مطبوعات کمتر منعکس میشه، کمتر به اونها پرداخته میشه و در نتیجه وسائل فشار به حکومت کمتر فراهم میاد و اونها زجر بیشتری میکشند. من در اینجا از همه مردم ایران خواستار هستم که با همون حساسیتی که به زندانیان عزیز ما که در مرکز گرفتار شکنجه و اعدام و زندان این نظام بسیار متجاوز و وحشی میشه نشان میدهند، به زندانیان و شکنجه شدگان و اعدام شدگان ترک و کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و دیگر اقوام و همچنین ادیان ایرانی با همون حساسیت واکنش نشان بدهند و اونها رو تنها نگذارند. این وسیله ایست که میتواند اونها رو زودتر از زندان نجات بده و همچنین جلب همدلی و همپیمانی و اطمینان طرفینی بکنه. اونها رو فراموش نباید کرد. بله خانم زمانی، کارت پستالی رو عفو بین الملل امنستی اینترنشنال درست کرده که تصویر سعید متین‌پور روش هست و درخواست کرده که این رو برای مقامات جمهوری اسلامی بفرستن. حرکت بسیار قابل توجه است با توجه به نکته‌ای که آقای شریعت مداری هم اشاره می‌کردن. ما تا دو روز دیگه از 13 بدر رو در پیش داریم و مسئله محیط زیستی که از مسائلی بود که اخیراً در این یک سال گذشته به ویژه مشکلاتی رو برای فعالین آذربایجانی درست ایجاد کرد، به ویژه مسئله دریاچه ارومیه. چقدر در واقع این قضیه قابل توضیح هست که چرا این گونه برخورد شد با این افراد، در واقع این فعالین آذربایجانی؟ در دو سال گذشته، در سالهای گذشته، بلکه این دریاچه داره رو به خشکی میره و در دو سال گذشته فعالین آذربایجانی و فعالین محیط زیست منطقه
کمپین هایی رو تدارک دیدم و در اون در سال گذشته کمپینی به اسم ارومیه جلو سوسوزدو، یعنی دریاچه ارومیه تشنه هست، حتی خانواده ها و بچه ها هم شرکت کرده بودن و حتی کودکان عکسایی از اینها هستش که کودکان در آن دارن آب میریزن به دریاچه. ولی متاسفانه دولت با اینها همونجوری که آقای شریعت مداری گفتن یک برخورد امنیتی و سیاسی میکنه و خیلی از این فعالین رو گرفته بودن و بعضی از اونها از سال گذشته هنوز هم در زندان هستن. کلن در منطقه آذربایجان هر حرکتی که، هر کمپینی که، هر فعالیتی که میشه، مامورین اطلاعات و مامورین و دولت خیلی به شدت با اونها رفتار میکنن و برای خیلی مسائلی مثل کوچیکی مثل این میبینی که سالها شخص در زندان هست که ما حالا فعالینی داریم که هنوز هم از سال پیش در زندان هستن. آقای شریعت مداری، اشاره کردیم به بخشی از در واقع شرایط امروز و اون فضای امنیتی. علت خاموشی تبریز، این موتور در واقع بسیاری از جنبش‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران، در این روزها چیست؟ اولا تبریز خاموش نیست. روش مبارزش با روش مبارزه‌ای که در مرکز شکل گرفته فرق، زین مرکز با لکنت زبان میگویند، چیزی است که در آغاز انقلاب مردم آذربایجان به صدای رسا خیلی فراتر از اون رو گفتند و اون این بود که اصول مربوط به ولایت فقیه اگر در این قانون اساسی باشه، این قانون اساسی اعتبار نداره. هنوز جنبش مرکز نشینان ما که من هم از فعالین اون هستم، با لکنت زبان باقی ماندن در قانون اساسی و اجرای بی‌تنزل اون رو میخواد. آذربایجان از این مراحل گذشته و بیداری مردم آذربایجان در مرحله ایست که در حقیقت منتظر است مرکز نشینان به خواسته های او بپیوندند. امروز شما میبینید نسبت به محیط زیست در تنها جایی که حساسیت نشان داده شده در ایران آذربایجانه. بیداری ملی در آذربایجان بسیار بیشتر از جاهای دیگر ایران است. آنها نسبت به محیط زیست، نسبت به فرهنگ خودشون، زبان خودشون، رسوم و آداب خودشون که جزء حقوق مدنی است، حساسیت ویژه‌ای به خرج میدن و نسبت به ساختمان سیاسی نظام حاکم هم عقیده خودشون رو گفتن و بارها اون رو تکرار کردن. به نظر من اینطور نیست که آذربایجان خاموشه. آذربایجان در فرم دیگری مبارزات خودش رو ادامه میده. البته عده‌ای سودجو و اقلیتی هستند که از این مبارزات مدنی بسیار وسیع به نفع ایدئولوژی‌های خاص جدا طلبانه که در اغلب جهان متمدن جرم هست استفاده می‌کنند و هزینه بزرگتری رو تحمیل به این مبارزات می‌کنند. به نظر من فعالین مدنی، اجتماعی و سیاسی آذربایجان باید حساب خودشون رو از اینها جدا کنند و مردم دیگر ایران هم به همه فعالین مدنی ایران حق ندارند با نگاه سوء ظن نگاه بکنند و اونها رو یک پارچه ببینند. اونها کسانی هستند که همیشه خواسته های به مراتب فراتر و آگاه‌تر از بقیه بخش‌ها داشتند. به خاطر اینکه ایران در چهارراه اروپا بوده، با ترکیه و با شوروی هم مرز بوده، شرایط سختی داشته و این باعث بیداری سیاسی مردم اینجا شده. و ثانیاً ترک زبانان ما در ایران فقط یک سومشون در آذربایجان هستند و این خواسته های مدنی و سیاسی ترک زبانان سراسری است و اغلب اونها در جاهای دیگر ایران در همه فعالیت های سیاسی شرکت دارند. خانم زمانی، گزارشی رو که عفو بین الملل اخیراً داده بود به عنوان مبارزه با کلمات، صحبت از این بود که آذربایجان در صدر در واقع مبارزه برای زبان مادری است در مقایسه در واقع با دیگر اقوامی که این تلاش رو میکنن. علت چیست؟ چرا اینقدر آیه شریف مدری به بخش اشاره کردن ولی علت این حساسیت
در واقع مردم آذربایجان در مقایسه با دیگر مردم اقوام دیگر نسبت به حفظ زبان مادری چیست؟ با توجه به اینکه در اصل 15 قانون اساسی نکته تصریح شده که در واقع رسانه ها در مطبوعات اونها میتونن از زبان مادری خودشون استفاده بکنن. بله، در قانون اساسی یک حق خیلی ابتدایی به ملل غیر فارس داده شده که اونها در سطح خصوصی یا آموزشگاه ها بتونن زبان خودشون رو یاد بگیرن، ولی خواسته آذربایجانی ها از اون فراتر هست. اونها رسمی شدن زبان خودشون رو میخواهن که زبان خودشون از سطح کودکستان تا دانشگاه ها تدریس بشه و این زبان در اماکن اداری و مخصوصا در سیستم قضایی به صورت رسمی استفاده بشه، نه تنها در محاوره بلکه در نوشتارها که آثار بد اون رو در مثلا در کیس خانم سکینه آشیانی میبینیم که این خانم تمام دوران که در دادگاه بوده اصلا هیچ متوجه نمیشده و چیزی رو که هم انگشت زده بوده اصلا نمیدونسته که چی هست. این مسئله زبان خیلی مهم هستش، ولی مسئله اینجاستش که حتی وقتی که از امکانات این حق ابتدایی که قانون اساسی به آذربایجانی ها میده فعالین میخوان استفاده کنن و کلاس های خصوصی میذارن، اداره اطلاعات با اینها خیلی باز امنیتی و سیاسی برخورد میکنه، اینها رو دستگیر میکنه، شکنجه های شدیدی اینها زیرش قرار میگیرن و به اینها اتهام های مبهمی مثل تجزیه طلبی یا پانترکیزم زده میشه و در حال حاضر هیچ درسی از در تمام مراحل تحصیل هیچ کلاسی به زبان خود آذربایجانی ها وجود نداره و این برای هر ملتی در تمام دنیا مهم هستش که بتونن به زبان مادری خودشون تحصیل کنن و امورات خودشون رو به اون زبان بگذرونن. خب ببینیم در ایران، در آذربایجان، در ایران چطور به این مسائل نگاه میشه. به گفتگوی است با بهمن در ارتباط با مسائل مردم آذربایجان. مسئله اقوام، این پلنج مسئله اقوام، ایران به عنوان کشوری که دارای اقوام زیادی هست، این پلنج فقط مربوط به بعد از سال 57 و حاکمیت فعلی نیستش. این برحال تحولاتی هست که در طی سالها اتفاق افتاده. چیزی که شاید من از دیدگاه خودم میتونم اینجا بهش اشاره کنم، بگم که این میتونه عوامل دیگه‌ای داشته باشه ولی روش مطالعه کافی انجام نمیگیره و بخشی از این عدم مطالعه به خاطر عدم تمایل فعالین سیاسی یا اپوزیسیون خارج از کشور برای دیدن این مسئله هست. این است که به عنوان مثال مثلا من عرض کنم خدمتتون که ببینید اینجا آذربایجان همسایه هست با ترکیه، همسایه هست با جمهوری آذربایجان در شمال، صدها هزار دانشجوی آذری میرن اونجا تحصیل میکنن با هزینه خیلی کمتر. شریعت مداری، شنیدی صحبت های این دوستمون رو از آذربایجان؟ چقدر شرایط در واقع جغرافیایی مسئله رو پیچیده کرده، چون این موضوعی نیستش که به دوران پس از انقلاب برگرده. بله، این واقعیت است که نقاط مرزی کشوری مانند ایران که فوق العاده مهم هست و از لحاظ استراتژیک نقطه خاصی است، تأثیر میگذاره در نوع مناسبات. ولی در نهایت متوجه باشیم که اون چیزی را که ما تهدید میشماریم فرصت بزرگی هم برای ما ایرانیان است. اصولا زنده بودن این کشور به این است که چند فرهنگی، چند زبانی و از گروه های قومی مختلف و مذاهب مختلف تشکیل شده و اگر ما کشور مرفهی داشتیم و حکومت درستی داشتیم، این اقوام ساکن ایران بودند که بر همسایگان خودشون تأثیر میگذاشتند. مهم این هست که اپوزیسیون سراسری ایران و اپوزیسیون معتدل این مناطق باید با هم اعتماد سازی کنند، حرفاشون رو یکی کنند، خواسته های مدنی مشترک رو نسبت به حساسیت داشته باشند
و خواسته های مدنی خاص مناطق مرزی مانند آذربایجان رو هم باید بفهمند و با اون همدلی کنند. بدون این همدلی ما پیش نخواهیم رفت و این مسئله مسئله جدی است. من نمیدانم چرا مثلا رسانه های مانند وی او ای، خیلی از شما متشکرم واقعا آقای دهقانپور که به حساسیت این مسئله متوجه شدید و امیدوارم همکاران دیگه شما هم بفهمند و به جای من مثلا یک فعال آذربایجانی بیارن که خواسته های منطقه رو مطرح میکنه. من خواسته های سراسری رو مطرح میکنم با این تفاوت که اهل آذربایجان و حساسیت های اونها رو میفهمم. امیدوارم که افرادی رو که مستقیما درگیر مشکلات آذربایجان هستند بیاورید باشون بحث کنید و این یکی از مسائلی است که آینده ایران رو شکل خواهد داد. آذربایجان یک سوم جمعیت ایران ترک زبانان هستند و آذربایجان یکی از مهمترین استانهای سرنوشت ساز ایرانه، نباید به فراموشی سپرده بشه. مردم آذربایجان احترام، همدلی میخواهند و میخواهند که با یک ارتفاع نگاه با بقیه مسائلشون صحبت بشه. به عنوان افراد دست دوم و شهروندانی که لهجهشون مورد تمسخر قرار میگیره، نمیخواهند از طرف دیگران تلقی بشن و این باعث آزردگی بسیار زیادی میشه. آیه شریعت مدرون نکته خیلی مهمی دست گذاشتی. پیشترم خانم زمانی اشاره کردن، وقتی که صحبت از این میشه که نواقع مردم آذربایجان بخشی اونطور که خانم زمانی گفتن خواهان اینن که زبان ترکی زبان رسمی بشه، آیا چنین چیزی در فضای امروز قابل تحقق هست و یه خواست منطقی است با توجه به که در خیلی از کشورها، در همین آمریکا در واقع 50 ایالت همه به یک زبان صحبت میکنن، اینطور نیست که هر اقلیتی در واقع خواهان این باشه که زبان خودش رو زبان رسمی کشور بکنه؟ من فکر نمیکنم همه آذربایجانی‌ها بخوان که زبان ترکی زبان رسمی باشه. ما یک زبان سراسری میخوایم و هیچ زبان رسمی نمیخوایم. و اون زبان سراسری تاریخا فارسی است، اما زبان ترکی باید شانس آموزش داشته باشه و شانس ایجاد کار داشته باشه. زبانی که کار براش ایجاد نشه، هر چم کوشش بشه، زبان مرده است و وارد آموزش نمیشه. باید در آذربایجان سرمایه گذاری بشه، باید شغل ایجاد بشه و باید شانس مساوی داده بشه به کسانی که به زبان ترکی تحصیلاتی دارند یا از دانشکده های کشورهای ترک زبان به ایران میان. بله. و این هست که یک زبان رو زنده نگه میداره. تشکر میخوام. زمانی فرصت خیلی کوتاهی داریم، بسیاری بحث بر سر این هست که اتفاقا آذری ها و ترک ها نقش هم در قدرت سیاسی داشتن برخلاف اون چیزی که گفته میشه. میدونیم من اینجا فرصتی نیست که در این مورد بحث بشه، ولی این مسائلی که من مطرح میکنم باید اضافه کنم که اینها در ارتباط با فعالین آذربایجانی هستش که در سطح آذربایجان اینها قدرت ارگانایزیشن دارن و این رو در قیام خرداد 85 دیدیم. ولی این رو هم کوتاه اشاره کنم که آذربایجانی بودن یک شخص دلیل بر اون نمیشه که این بتونه حقوق این تشکر میکنم از شما. دفاع کنه. سپاسگزارم از شما خانم زمانی، همچنین از آقای شریعت مداری. تا فردا و افق دیگر، تا دوشنبه.